البته امام این خصوصیات رو داشت. عقل امام یکی از قوی ترین عقل ها بود. انسان به این عقل، به این عاقلی من در عمر خودم ندیدم. انسانی بود عاقل، دوراندیش، حکیم، آدم شناس. از جمله کسانی که فریبش نمیشه داد، بسیار پیچیده، بسیار تیزبین. این خصوصیاتی بود که در امام بود. در آدمای معمولی اینطور چیزا خیلی کم پیدا میشه. با همش مخصوصا یک دونش در یه انسانی پیدا بشه، اون انسان انسان بزرگیست. همون قوت پیشبینی امام و آینده رو حدس زدن، همین یه دونش در هر آدمی باشه، اون آدم یه آدم بزرگیست که بتوانه آینده ها رو حدس بزنه. امام اینه داشت. اون عقل امام و قوت دقت ذهنی امام در هر آدمی باشه، اون یه آدم بزرگیست که امام داشت. اون متانت و بردباری و حلم امام که اگر در یک مجلس 100 نفر حرفهایی میزدن که امام اونها رو قبول نداشت، تا لازم نمیدونست حرفی نمیزد، سکوت میکرد. حالا آدم معمولی در حضورش تا یک کلمه بگن که برخلاف عقیدش باشه، طوفانی در روحش به وجود میاد که جواب بده. نه خیر، امام اینجوری نبود، مگر اون وقتی که لازم میدونست. اون وقت بدون اینکه کسی حرفی هم بزنه عقیده خودش رو میگفت. اما اون وقتی که لازم نبود، اگر 100 نفرم حرف میزدن، دیدید دیگه تو وصیت‌نامه ایشون در آخر وصیت‌نامه چند جمله اضافه کردن که من در مجلس خوندم، مجلس خبرگان. یکیش اینه که حرفهایی به من نسبت میدن، چیزهایی که خلاف واقع، از این قبیل بود. من رفتم خدمت ایشون در زمان بنی صدر، ایشون گفتن این حرفایی که این به من نسبت میده، از قول من میگه، همش خلاف واقع. چون او در سخنرانیاش گاهی میگفت که امام اینجور گفته، امام اینجوره، چیزایی رو به عنوان نظر امام ذکر میگه. خب این خصوصیتی ممتاز بود که حرفی که زده میشد او رو بر نمی آشفت، فورا تحریک نمی کرد که حالا جواب بده، اون چه به نظرش درسته اون رو بگه، عجله ای نداشت. این متانت، این بردباری، این هل، این تسلط بر نفس، این سعه صدر در هر کسی باشه، او یک انسان بزرگیست. پس ببینید خصوصیات بشری امام هر کدام به تنهایی جوری بود که هر کسی یکی از اون خصوصیات رو داشته باشه، یک آدم بزرگه. به امام همشو داشت. اما من به شما عرض میکنم، از من بپذیرید این حرف رو، امام با همه این خصوصیات هم اگر اون عامل اصلی رو نداشت، نه این انقلاب پیروز میشد، نه شما مردم اینجور عاشقش میشدید، نه میتوانست این طوفان در دنیا به وجود بیاره، نمیتوانست در مقابل تهدید و ارعاب دشمن اونجور مثل کوه بیسته. عامل اصلی در موفقیت‌های این مرد اون چیز دیگر بود. او چیه؟ او معنویت، ارتباط با خدا، تقوا، کار رو برای خدا کردن، کار رو حتی برای نتیجه ظاهریش انجام ندادن. بارها ایشون می‌فرمود، همه شنفتن، که ما کار رو برای نتیجه نمی‌کنیم، کار رو برای تکلیف می‌کنیم.